خروجی در جاده هایی که اعلام میشه کنترل میشن مردم از لحاظ تب و با وسایل تبسنج و تبگیری که در اختیار دارن مردم کنترل میشن. یک نظرسنجی میگوید 90% ایرانیان خواهان قرنطینه شهرهای کانون کرونا هستند. اما روحانی پیشاپیش این خواسته را رد کرده. آیا ممکن است دولت سیاستش را عوض کند؟ با دو مهمان صحبت خواهیم کرد، یکی استاد بهداشت عمومی و دیگری یک استاد میکروبیولوژی که تحقیقات جدیدی در مورد کرونا انجام داده. همچنین در 60 دقیقه امشب تغییر سیاست درهای باز به درهای بسته برای مقابله با شیوع کرونا. اسپانیا هم مرزهایش را بست. اتحادیه اروپا ممنوعیت ورود مسافر را بررسی می کند. و نخبگانی که قربانی ویروس کرونا می شوند. فریبرز رئیس‌دانا هم جان باخت. کاراکتر من که می پرسید کاراکتر آرمانگراست و من کاراکترهای آرمانگرا رو ضروری‌ترین کاراکترها، ضروری‌ترین شخصیت‌ها برای تاریخ بشری می‌دونم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. با درگذشت دست کم 129 نفر دیگر، آمار رسمی جانباختگان کرونا در ایران تا ظهر امروز به 835 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران شمار کل مبتلایان را هم نزدیک به 15000 نفر اعلام کرده که حدود 5000 نفرشان بهبود یافتند. در حالی که بسیاری از کارشناسان بهداشت و درمان معتقدند در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو شاهد افزایش موارد ابتلا به کرونا خواهیم بود، رئیس جمهور ایران گفته که آمار و ارقام روند مبارزه با بیماری کرونا امیدوارکننده است. مقام ها از مردم میخواهند که در خانه بمانند، اما همچنان از اعمال قرنطینه سر باز میزنند. امروز مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران اعلام کرد که نزدیک به 90% مردم موافق قرنطینه شهرهای کانون شیوع کرونا هستند. اما چرا حکومت زیر بار نمی رود؟ اساساً آیا در این مقطع که سراسر ایران درگیر کرونا است، قرنطینه فایده ای دارد؟ بیشتر به این موضوع میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از باران عباسی. قم حرم حضرت معصومه. ساعتی بعد از بسته شدن درها برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا. پس از 3 هفته مقاومت مقام‌های مذهبی شهر در مقابل درخواستا برای تعطیلی مراکز پر رفت آمد. بعضی از این معترضان نهایتاً درها را شکستند و وارد حرم شدند. در شهری که شاهد اولین موارد کرونا و گسترش آن به سراسر ایران بود. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 129 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و بیش از 1000 مبتلا شناسایی شدند. به این ترتیب شمار رسمی کل جانباختگان به 853 نفر رسیده و ابتلای نزدیک به 15000 نفر هم تایید شده. یک سوم آنها هم بهبود یافتند. پروتکل‌های بهداشتی رو مراعات کنند. با این حال حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که ایران از نقطه اوج این بیماری عبور کند. آمار و ارقام امیدوارکننده است و امیدواریم اون چه که در این جلسه گفته شد از پیک این بیماری و عبور از این پیک، حالا خود آقای دکتر نمکی هر زمان لازم دیدن این رو توضیح بدن برای مردم، این هم برای ما بسیار امیدوار کننده بود. این در حالی است که بعضی از مقام ها پیشتر گفته بودند که بحران دست کم چند ماه ادامه خواهد داشت، از جمله رئیس صدا و سیما و این نقل قول او از وزیر بهداشت. جناب آقای وزیر در شورای امنیت ملی توضیح دادند که اگر همه چیز خوب جلو بره 20 فروردین به قله میرسیم و شروع میکنیم افت کردن و 2 ماه بعدم هنوز درگیر. مثل همه ساله حسن روحانی امروز بار دیگر از مردم خواست در خانه بمانند. او هشدار داد کسانی که مسافرت کنند در خروجی بعضی جاده ها غربالگری میشوند. انشاءالله از فردا در خروجی در جاده هایی که اعلام میشه کنترل میشن مردم از لحاظ تب و با وسایل تبسنج و تبگیری که در اختیار دارن مردم کنترل میشن. با این حال حکومت همچنان اصرار دارد که هیچ شهری رسما قرنطینه نیست، هرچند که بعضی از صاحبان کسب و کار مجبور به بستن مغازه هایشان شدند.
بعضی از خیابان‌ها، جاده‌ها و اماکن عمومی هم بستند. حرم امام هشتم در مشهد هم تا پنجم فروردین تعطیل شده. در شهری که وضعیت بیماری در آن رو به بدتر شدن می‌رود. متأسفانه روند میزان بستری و ابتلا در شهر مشهد و استان خراسان رضوی از لحاظ کرونا رو به افزایش است. تعداد قابل توجه و اکثریت مواردی که مبتلا میشن منشأ خارج استانی دارند. اصرار مقام ها به شهروندان برای ماندن در خانه بدون اعمال سیاست قرنطینه. بعضی اما ناگزیر در صف برای تهیه مواد ضروری. بعضی هم پشت دیوارها اما در کنار هم در همخوانی سرودی که همه ایرانیان را به هم پیوند می‌دهد. باران عباسی، بی بی سی. دکتر رامین احمدی، استاد امراض داخلی و بهداشت عمومی دانشگاه ییل از نیو هیون در ایالت کانکت آمریکا با ماست. آقای دکتر احمدی، خوش آمدید به برنامه. در وهله اول فکر کنید علت اینکه مقام های ایران در واقع تمایلی به قرنطینه ندارند چیه؟ والا واقعا نمیفهمم. اینکه عدم تمایل امروزشون به قرنطینه اصلا قابل درک نیست، در حالی که همه دنیا نشون داده که تنها و تنها از طریق قرنطینه هست که میشه جلوی گسترش این بیماری رو گرفت. ولی نه فقط خودداریشون از قرنطینه، بلکه حرفای به خصوص امروزشون درباره اینکه اینها به پیک بیماری تا 20 فروردین فکر میکنن نمیرسن و من جای نگرانی های بسیار میگذاره. آقای دکتر، اساسا در این مقطع که در واقع سراسر کشور موارد تایید شده درش گزارش شده، قرنطینه فکر میکنید تأثیری داره؟ حتما تأثیر داره. بذارید اینطوری بگیم، اینها حدود بین 11 تا 12 اسفند تعداد کل آلودگی رو 9000 و 10000 اعلام کردن و از اون روز تا به امروز هر روز بین 1000 تا 1200 1300 در واقع کیس جدید رو، تست مثبت جدید رو به این جمع اضافه کردن. این یعنی در واقع افزایش 10% روزانه. و این افزایش 10% روزانه ما میدونیم وقتی هستش که هیچ کنترلی در کار نیست، قرنطینه ای در کار نیست، شما میگذارید که آلودگی در بدن جامعه مرتب گسترش پیدا بکنه و این زمان در واقع دوبله شدن جمعیت بیمار میدونیم بین حدود 7 تا 8 روز، 7.4 روز در واقع هست. بنابراین تا شب عید ما باید بگیم که میزان این بیماری به ترتیبی که حضرات دارن این کار رو انجام میدن به بالای 20000 با شمارهای خودشون به بالای 20000 میرسه. اگر که پیک رو اینها میخوان در 20 فروردین بهش برسن، یعنی ما بالای 80000 نفر بیمار خواهیم داشت. این یعنی میزان بیماری در حدی که در چین بوده، در ووهان بوده. و اگر که چنینه، باید به روشی که در واقع چین متوسل شد در ووهان متوسل بشیم برای اینکه بیماری رو مهار بکنیم. اونها با قرنطینه در واقع مهار کردند و ما هم با قرنطینه میتونیم مهار بکنیم. البته خب آقای دکتر، ایتالیا هم قرنطینه کرده ولی اونجا هم شاهد افزایش کیس ها هستیم. خب ایتالیا وضعیتش از چه از نظر مرگ و میر و چه از نظر روشی که اتخاذ کرده با ما فرق میکنه. اگر که شما تجربه لومباردی رو و تحقیقاتی که راجع به تجربه لومباردی منتشر شده رو نگاه بکنید، اونها در واقع روش دیگری رو پیش گرفتند و به در واقع درست کردن ساختمان‌های ICU جدید و سعی کردند که بیماران حاد رو ببرن در ساختمان‌های ICU و این بیماری حاد رو کنترل بکنن، مانع مرگ و میر بشن و به قرنطینه دیر دست زدن و اتفاقا باهاش هم پرداختن. شما اگه ما مشاهده بکنید تفاوت بزرگی وجود داره بین ایتالیا و بقیه کشورهای اروپا، هم از میزان آلودگی هم از میزان مرگ و میر. ولی قرنطینه در ایتالیا هم دیر آغاز شد و متاسفانه این رو باید بگیم که یک چیز مشترکی که بین ایران و ایتالیا شما میتونید ببینید همینه، دیر توجه کردن به قرینه و شرایط زیست مذهبی مشابه، یعنی محیط‌های
سربسته‌ای که درش افراد شانه به شانه درش حضور پیدا میکنن، این باعث گسترش سریعتر این بیماری میشه. متاسفانه نقش مردم چی میتونه باشه؟ امروز شاهد این بودیم که عده‌ای در شهر قم در حرم حضرت معصومه رو شکستند و وارد شدند. خب این رفتار جمعیت مسئول نیست، جامعه مسئول نیست. جامعه مسئول میره و در خانه مینشینه و قرنطینه‌ای رو که دولت نمیخواد و یا نمیتونه، اراده‌اش نداره و یا تمایلش رو نداره که انجام بده، خودش انجام میده. افرادی که این کار رو میکنن عملاً به دنبال مرگ از بیماری کرونا هستند و من توصیه میکنم به هموطنانمون که فریب این تصویرهای گاه سیاسی از پیش آماده کرده رو نخورن، در خانه بنشینن و قرنطینه خانگی رو که در کنترل خودشون انجام بدن برای حفظ خودشون و افراد خانواده خودشون. آقای دکتر، مثال چین رو زدید. بسیاری معتقدند که در واقع امکانات و زیرساخت‌های دیجیتالی که چین در اختیار داشت و اساساً امکان مانیتور کردن بیمارها رو به گونه‌ای که چین در اختیار داره بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی ندارند، چه برسه به کشور ایران. اساساً فکر می‌کنید که چنین شکل قرنطینه‌ای در هیچ کشور قابل اجراست؟ خب درست میگید، ممکنه که به همون سرعت و دقتی که چینی ها اون جمعیت ووهان رو جدا کردند یا کل هوبی رو جدا کردند از بقیه مناطقشون نتونه انجام بدن. دیگر اون که با یک معمولا خشونت خاصی هم همراه بود رفتارشون که مورد انتقاد هم قرار گرفتند و خب احترام به حقوق بشر در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها مانع میشه که اون شدت و حدت خاص چینی رو هم به کار ببرن. حالا امکانات دیجیتالی هم که شما اشاره کردید باز به این یک عامل جدیدی رو اضافه میکنه. اما همه این کشورها نشون دادن که با در خانه نگه داشتن مردم قادرن که کنترل بکنن این بیماری رو. این تفاوت بزرگ این ویروس هست با ویروس آنفولانزا. با ویروس آنفولانزا رو نمیتونیم هیچ جور دیگه‌ای به غیر از واکسنش کنترل بکنیم، اما این ویروس رو تجربه همه کشورها تا به امروز، مطالعات و تحقیقاتی که منتشر شده به ما نشون داده که میتونیم کنترل بکنیم، برای اینکه آلودگی و اون آلودگی فردی و خوشه‌ای و الگوهایی که الان مورد مطالعه ما قرار گرفته تا به امروز نشون میده که کارساز هست. قرنطینه خانگی، قرنطینه شهرهای آلوده از گسترش بیماری جلوگیری میکنه. 14 روز در واقع دوره کمون این اینکوبیشن این بیشتر نیست. شما 14 روز تا 3 هفته یک قرنطینه کامل انجام بده جایی رو، مشکل این گسترش و افزایشش حل میشه. متشکرم دکتر رامین احمدی، استاد امراض داخلی و بهداشت عمومی با ما. و اما در همین حال یک تحقیق جدید نشون میده که ویروس کرونا احتمالاً در دمای خاصی سریع‌تر منتشر میشه. بر اساس این پژوهش، ویروس کرونا به دمای زیاد بسیار حساسه و در مناطق گرمتر کمتر گسترش پیدا میکنه. بنابراین کشورهای سردسیر باید اقدامات کنترلی بیشتری در پیش بگیرند. کارشناسان اما هشدار دادند که مردم نباید فکر کنند کرونا مثل عوامل بیماریزای دیگر مانند سرماخوردگی یا آنفولانزا به تغییرات فصلی واکنش نشان میدهد. دکتر حسن زرکات، استاد دپارتمان میکروبیولوژی، ایمنشناسی و آسیب شناسی تجربی دانشگاه آمریکایی بیروت از بیروت با ماست. آقای زرکات عضو کارگروه سازمان بهداشت جهانی در مطالعات تخصصی پاندمی آنفولانزا هم هستند. خوش آمدید آقای دکتر به برنامه. در وهله اول نگاهی بکنیم به این تحقیق و نتیجه‌ای که ازش گرفته شده. پیش از این کارشناسان معتقد بودند که ارتباطی بین دمای هوا و ویروس کرونا نتونستن پیدا بکنن، ولی به نظر میاد که به حال یک ارتباطی وجود داره. برای جواب دادن به سوال شما، اول از همه باید نتیجه تحقیقات گذشته رو درباره کرونا بفهمیم. ما میدونیم که ویروس کرونا در هواهای ملایم و یا سرد ثابت هستند، ولی وقتی دمای هوا بالاتر بشه، ثبات اونا هم در محیط کمتر میشه. برای همین ما امیدوار هستیم که در تابستان ثبات ویروس کم بشه، بنابراین قابلیت سرایتش هم کمتر باشه.
این رو توأم بکنین با رویکرد چند جانبه‌ای که الان در کشورهای مختلف داره اعمال میشه، از قبیل بستن مدارس یا منع کردن اجتماعات و همینطور کاهش دادن ساعات کاری و یا اصلا بستن کسب و کارها. تمام این رویکردها در ترکیب هم شاید در فصل تابستون بتونه ما کمک کنه از این مرحله عبور کنیم. فرزند در ایران عده‌ای تلاش کردن که به جنوب کشور برن، برای اینکه امیدوار بودند که شاید اونجا کمتر در خطر ویروس باشن. آیا پس چنین تصوری صادقه؟ همونطور که بهتون گفتم، همه اینا بر اساس شناخت ما از این ویروس های کلاسیک کرونا است. اما این ویروس خاص کووید 19 یک ویروس بسیار جدیده. ما تازه داریم راجع بهش اطلاعات خودمون رو جمع آوری میکنیم. امیدواریم اینطور باشه. امیدواریم که هوای گرمتر بتونه تاثیر داشته باشه. اما من لازمه شما رو دعوت به احتیاط بکنم. در مالزی هم شما نگاه بکنید به داده های اونا که امروز وارد یک مرحله تعطیلی کامل اماکن عمومی شد و شاهد افزایش موارد ابتلا بودن. دمای هواشون الان 28 درجه است. بنابراین فراموش نکنید این یک ویروس جدیده. ما تازه داریم راجع بهش یاد میگیریم، راجع به ساز و کارش. بر همین باید خیلی محتاط باشیم، زیادی محتاط نباشیم و یا گارد خودمون رو پایین بیاریم. باید نگاه بکنیم به تدابیری که الان در نظام‌های درمانی مختلف اتخاذ شده تا بتونیم به درستی این ویروس رو مهار کنیم. همونطور که اشاره کردید، کشورهای مختلف تدابیر مختلفی اتخاذ کردند. با توجه به اینکه فرضاً حتی در یک قاره اروپا کشورهای مختلف سیاست مختلف دارند، آیا این خطرناک نیست؟ منجر به این نمیشه که به هر حال ویروس فرصت این رو پیدا بکنه که گسترش پیدا بکنه؟ بله، کاملا حرف شما درسته. میدونید بعضی از تدابیری که اتخاذ شده اخیراً در چین مثلا اصلا تدابیر بی‌سابقه هستند. هر کشوری داره سعی میکنه بر اساس الگو و تجربه کشورهای دیگه الگو خودش رو درست بکنه و اون الگو رو بر اساس شرایط اجتماعی و ظرفیت‌های خودش تنظیم بکنه. اما اینکه رویکرد چین بتونه در کشورهای دیگه جواب بده، ما نمیدونیم. در چین به خوبی جواب داد، در هنگ کنگ جواب داد، در سنگاپور هم ظاهرا به خوبی جواب داد. اما بر اساس داده‌های قبلی ما نگاه بکنین، مثلا برگردیم به وضعیتی که در اوایل این قرن وجود داشت، رویکردهای چند جانبه، تدابیر چند جانبه بهتر هستن. منظورم از تدابیر چند جانبه هستش که مثلا شما اگه مدارس رو ببندید به خودی خود شاید کافی نباشه، ولی تعطیلی مدارس و منع اجتماعات بزرگ در کنار مثلا بستن کسب و کارها و کاهش دادن ساعت کاری، اینها با هم دیگه میتونن از همه بهتر جواب بدن تا اونجایی که تجربه ما نشون داده. مطالعات شما بر اساس مطالعات شما فکر میکنید که نقطه اوجگیری ابتلا کی خواهد بود؟ ما تحقیقاتی در این باره نداریم. ما اون چیزی که الان میتونیم ببینیم، اون چیزی که همین الان جلوی چشمون داره اتفاق میفته، فرصت تحقیق نیست. بنابراین میتونیم اینها رو نگاه بکنیم و بعد تحلیلش بکنیم. شاید ما نزدیک به 1.5 ماه دیگه ببینیم که میزان سرایت کمتر بشه اگر این تدابیر جواب بدن و همینطور دمای هوا هم بیشتر بشه. حالا ما در عین حال باید ما به نیم کره جنوبی هم نگاه کنیم، برای اینکه در مثلا کشورهای نیم کره جنوبی مثل استرالیا دمای هوا داره کم میشه و اونها اونجا تازه دارن شیوع ویروس کرونا رو نگاه میکنن. بنابراین شاید در نیم کره شمالی ما ببینیم که سرعت شیوع ویروس کم بشه، شاید در نیم کره جنوبی اوضاع برعکس یا بدتر بشه. متشکرم دکتر حسن زرکات، استاد دپارتمان میکروبیولوژی، ایمنشناسی و آسیبشناسی تجربی. با اینکه رئیس جمهوری ایران گفته چیزی به نام قرنطینه در این کشور وجود ندارد، مقام‌های محلی خوزستان عملاً ورود به این استان و خروج از آن را ممنوع کردند. استاندار خوزستان گفته هر کسی از آنجا خارج شود تا پایان بحران کرونا امکان بازگشت ندارد. او نگفته که این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت. تا یه شبانه روز گذشته خوزستان بعد از تهران، اصفهان و مازندران بیشترین تعداد مبتلا را داشته. خوزستان همزمان در خطر جاری شدن سیل هم قرار دارد. فرین آسمی گزارش می‌دهد. وضعیت در استان خوزستان قرمز است. مقام ها هشدار می دهند و از مردم می خواهند از خانه هایشان خارج نشوند.
لطفاً با در خانه ماندن مانع شیوع کرونا شوید. این هم هشدار برای ماندن در خانه در اندیمشک. رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان میگوید وضعیت بحرانی است. آمار مبتلایان به کرونا روز به روز در حال افزایش است و نمیدانیم وضعیت هشدار و قرمز را چطور به مردم اعلام کنیم. حالا همه مسیرهای ورودی به استان خوزستان به شدت کنترل می شود. کنترل خیلی شدید و سختی در ورودی دهدز انجام داره میشه. تبسنجی میشه، غربالگری میشه، کنترل میشه. همچنین حتی ضدعفونی میشه چرخهای ماشینایی که باید وارد بشن. حسن روحانی در روزهای گذشته بارها تاکید کرده بود که هیچ شهری قرنطینه نخواهد شد. اینکه شایع شده که در تهران یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاه‌ها، برخی از مشاغل دارای قرنطینه قرار می‌گیرند، یه همچون چیزی اصلاً وجود نداره. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تا کنون 306 نفر مبتلا به کرونا در استان خوزستان شناسایی شدند. 38 نفر هم بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. هرچند بسیاری معتقدند شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران بیشتر از آمار رسمی است. امروز 25/12/98 دارن یه بیمار کرونایی رو خاک میکنن. این تصویر از شوشتر به دست بی بی سی فارسی رسیده. از خاکسپاری افرادی که بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. استاندار خوزستان در توضیح سابقه اپیدمی کرونا در این استان چنین توضیح داده. بیمار اول ما به قم که شهر اول بوده که بیماری شروع پیدا کرده مسافرت داشته. بیمار دوم ما همینطور. بیمار نهم ما، دوازدهم، پونزدهم همینطور. بیماران پنجم، بیماران مختلف ما مسافرت به قم داشتن و بعضی از این افراد به علت تماس و ارتباطی که به اصطلاح با بیمار کسای افراد دیگه داشتن، اونها خودشون بیمار رو منتقل کردن به افراد دیگه. آنطور که یکی از بینندگان بی بی سی فارسی از سوسنگرد میگوید، امکانات پزشکی در این شهر بسیار محدود است. اینجا امکانات خیلی محدوده. مثلا ما دستکش نداریم یا مثلا کیت های تشخیص کرونا نداریم. اینجا امکانات خیلی محدوده. ضد عفونی شهری هم اصلا مشاهده نمیشه، خیلی ضعیفه. خیلی اگه هم کرونا بیاد ملت بدبخت میشن. اینجا بازار شوشتر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسته شده. اینجا در آبادان هم بازارها تعطیلند. اما دکه های اغذیه فروشی، قهوه فروشی ها و ساندویچ فروشی ها در اینجا در کوی قدس در آبادان همچنان فعالیت می کنند. در اهواز هم برای جلوگیری از شیوع کرونا در ورودی بازار تب شهروندان را اندازه می گیرند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان از وضعیت دست فروش ها در این شهر ابراز نگرانی کرده و گفته آنها بدون هیچ محدودیتی در خیابان ها فعالیت می کنند و هشدارها در این باره بی تأثیر بوده. استان خوزستان این روزها با مشکل دیگری هم روبروست: مسمومیت و مرگ بر اثر مصرف الکل تقلبی. تا امروز بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دست کم 51 نفر بر اثر مصرف الکل صنعتی جان خود را از دست دادند. گفته شده بسیاری از آنها تصور می‌کردند خوردن الکل برای جلوگیری از ابتلا به کرونا مؤثر است. فرین آسمی، بی بی سی. ناصر کرمی، اقلیم شناس از شهر ترونتهایم نروژ با ماست. آقای کرمی، گفته میشه که احتمال جاری شدن سیل در خوزستان وجود داره. این چقدر میتونه مشکلات رو پیچیده تر بکنه در منطقه؟ خب دو تا بحث هست اینجا. یکی این که آیا جاری شدن سیل به انتشار بیشتر ویروس کمک میکنه یا مانعش میشه؟ خب این یک بحثیه در روزه اپیدمیولوژی. من تخصص ندارم در این مورد صحبت کنم، یعنی هر دوتاش محتمل است. اما نکته بعد این است که ما الان به حال نه فقط خوزستان، در سراسر ایران مردم در یک شرایط خیلی ویژه زندگی میکنند. سیل میتونه یک مشکلات تازه‌ای رو بیاره تحمیل کنه. معلوم نیست که مثلا با این بارش خیلی شدیدی هم خواهد بود و طولانی مدت هم خواهد بود. یعنی تقریبا از 3 روز دیگه شروع میشه، 5 روز دیگه در خوزستان بارش شدید ما داریم. بعد خوزستان جاییه که این توده بارانزا که میاد اول اتفاقا میاد خوزستان، بارش شدیدی داره و این مکرر ادامه داره. یعنی چند روز پی در پی احتمالا ادامه خواهد داشت تا مثلا نیمه فروردین ادامه داره. خب طبیعتا یک چنین بارش شدید و طولانی نمیذاره که مردم اون زندگی و اون حد به اصطلاح اون توقع حد اکثری رو که ما برای رعایت قرنطینه اونجا داریم بتونن انجام بدن و این میتونه مشکلات رو خیلی اونجا پیچیده‌تر بکنه.
استاندار خوزستان بحث بستن ورودی های استان رو مطرح کرده، علت چیه؟ خب متاسفانه اینجا اون نبود و اون فقدان اعتماد به رسانه‌های رسمی اینجا اثر خودش رو نشون میده. از ابتدا تصور میشد که در مناطق گرم این ویروس وجود نداره و این ویروس به گرما نمیدونم در 5 دقیقه خواهد مرد و اینها. این باعث شد که یک ریزش شدیدی بود از مسافرها و کسانی که از بالا از قم، از عراق، از اینها اومدن به سمت خوزستان. طبق حالا شنیدهای من چون اصالتا مال اونجا هستم، با خانواده که صحبت میکردم میگفتن که اینها اومدن اونجا. بعد یه شایعاتی بود مثلا بالای انیمش پادگان و دوکوه، خب جای 100,000 آدم میتونن اونجا گفته میشه ساکن بشن، مال زمان جنگ هست. میگفتن از قم تعداد زیادی جمعیت اونجا منتقل شده، چون گفتن اونجا خب حالا گرمتره و هنوز آلوده نیست اینها. این باعث شده که یک جور اینکه استاندار اومدن چنان واکنشی نشون دادن، طبق اطلاعاتی که من دارم مال درگیری بوده بین به اصطلاح مردم خوزستان و اینکه نمیخواستن کسی بیاد. خود مردم رفتن ورودی همه شهرها رو توی انیمه، شوش، دسکول، شوشتر اینها بستن و خب این یک وضعیت باز میگم وضعیت ویژه‌ای رو در خوزستان از این جهت ایجاد کرده. زیرساخت‌های استان فکر می‌کنید که به هر حال گفته میشه که به سمت وضعیت قرمز داره پیش میره، زیرساخت‌های استان امکان مقابله رو داره؟ حالا عطف به اون به اصطلاح سابقه ذهنی که من دارم و آن چیزی که مردم میگن، خوزستان اساساً هیچ بخش جای ایدئالی نبوده برای خدمات بهداشتی و درمانی. یعنی مردم برای کوچکترین امور درمانی راهی یا با تهران می‌شدن یا حالا شهرهای کوچکتری مثل حتی اهواز، مثل دسکول که نمیشه گفت شهر کوچیکه، بیشتر از 300,000 تا جمعیت داره انیمش، بیشتر از 200,000 تا شوش، بیشتر از 200,000 تا متأت، از این شهرها هم ناچارن برن اهواز. خود اهواز هم خیلی حالا امکانات به اون صورتی نیست. من حالا میدم که همیشه ساکنان خوزستان مجبور بودن بیان تهران. به همین خاطر اگر این ویروس بره اونجا و گسترش گسترده‌ای پیدا بکنه، ما میدونیم رابطه مستقیم است بین مرگ و میر به واسطه کرونا و به خصوص اون امکانات به اصطلاح مراقبت‌های ویژه ICU و حالا خدمات مرتبط. از این جهت خوزستان میتونه خیلی وضعیت به اصطلاح بحرانی و خطیری داشته باشه، چون میدونیم چنین امکاناتی اونجا خیلی کم. متشکرم ناصر کرمی. در افغانستان 5 نفر دیگر مبتلا به کرونا شناسایی شدند. با این حساب آمار رسمی مبتلایان در این کشور به 21 نفر رسیده. در همین حال 37 نفر از افراد مشکوک به بیماری کرونا در یک بیمارستان هرات با کمک دوستان و بستگانشان از آنجا فرار کردند. کارمندان بهداشت هم تهدید شدند و کتک خوردند. منابعی در ولایت هرات به BBC گفتند که نتیجه آزمایش یکی از این افراد مثبت بوده. دولت افغانستان به تازگی کمیته ویژه‌ای از مسئولان دولتی برای مقابله با شیوع کرونا تشکیل داده، اما مردم همچنان نگران گسترش این ویروس و احتکار در بازارند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. مشوش از بیماری و دلخور از حکومت، اعتراض‌های مردمی در هرات، ولایتی که بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا را دارد. متاسفانه هرات مانند همیشه مورد بی‌توجهی حکومت مرکزی قرار گرفته. شفاخانه بدون امکانات هیچ درد مردم هرات دوا نمی‌کنه، هیچ بودجه برای مبارزه به ویروس کرونا اختصاص داده نشده به هرات. در پی شیوع این ویروس اگرچه مدارس و مراکز آموزشی تعطیل شده، مراسم نوروز و مسابقات ورزشی هم متوقف، اما مساجد هنوز پر تجمع است. ریاست حج در هرات میگوید برای پیشگیری آماده همکاری است. اگر وزارت صحت عامه لازم ببینند و میزان حضور مردم در نماز جماعت در حقیقت به نوعی وسیله انتقال ویروس بدانند و رفتن و انتقال نماز در خانه ها به مصلحت بدانند، این اجتماع آماده اند برای که مردم راهنمایی بکنند. عین تصمیم در مورد حوض‌های آب همه با فاصله نشستند. نکته‌ای که این کمیته روی آن تاکید دارد، کاهش تجمع. کمیته ارتباطات عامه برای پیشگیری از ویروس کرونا امروز در اولین جلسه اش خواستار تعطیلی اماکن عمومی پرجمعیت شد. از تمام مراسم مناسبتی که در او امکان تجمع یک تعداد کلان افراد وجود داره قطعا باید جلوگیری شود. خواهش ما از وزارت محترم داخله و از شاروالی کابل ای است که با تمام مسئولین سالونهای عروسی واضح هدایت داده شود که تمام برنامه‌های خود را ملغا بکنند. ضد عفونی کردن پول در بانک ها
آموزش نکات بهداشتی به مغازه‌داران و ایجاد کمیته‌های آگاهی‌دهی در ولایات نیز از برنامه‌های حکومت است. نگرانی مردم اما بیشتر از این هاست. مردم متوجه از این خطر نیست و یا اگر بیمار هستند به مراکز بهداشتی مراجعه نمی کنند. من فکر کنم آگاهی عامه باید بیشتر از چیزی که فعلا هست باشه و حکومت اقدام در ارتباط با مرزی که ما همراه ایران داریم بگیره. واکسین در پشت خانه میرن، مثلا اطفال واکسین میکنن. به این طریق مردم هم ببینن چه کنن، نه حداقل در بازار یک ده نفر میشه گیانن کرونا گرفته باشدش. کرونا تنها آفت جان نشده. افزایش قیمت مواد خوراکی نگرانی دیگری است که مردم را سراسیمه کرده. دیدیم قیمت ها بیخی سرسام آور شده. 1500 ما گرفته بودیم یک بوجیارد و امروز رفتیم تا 2000 2200 2400. مواد بهداشتی در نخست بر خود تهیه کردیم، بر خانواده در حدود 3 یا 4 مورد در نظر گرفتیم. پای ویروس کرونا حالا به 7 ولایت افغانستان رسیده، از غرب به شرق و تا شمال. 21 مورد مثبت ویروس کرونا تا کنون ثبت شده. هرات 12 مورد، سمنگان 3 مورد، لوگر 2، بادغیس، کاپیسا، بلخ و دایکندی هر کدام 1 مورد. این آمار نتیجه آزمایش 263 مورد مشکوک بوده. روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس این آمار را کاذب خواندند. به باور آنها و برخی مردم ممکن افغانستان هنوز در مرحله خفته‌ای باشد که اگر بیدار شود فاجعه بار آورد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. با شیوع کرونا در سراسر جهان اقدامات کنترلی کم سابقه ای اجرا می شود، از جمله در اروپا که کانون انتشار این ویروس شده. حالا اسپانیا هم مرزهایش را بسته. همچنین اتحادیه اروپا بستن موقت مرزهایش برای مسافران خارجی را بررسی می کند. کرونا تا به حال در بیش از 150 کشور جهان مشاهده شده و شمار مبتلایانی که شناسایی شده اند به حدود 180,000 نفر رسیده. البته حدود نیمی از آنها بهبود یافتند و یا از بیمارستان مرخص شدند. همچنین تا به حال بیش از 7,000 نفر از مبتلایان جان باختند. با هم گزارش ببینیم در این باره. حالا دیگر ویروس کرونا به 4 گوشه جهان رسیده. یا دقیق تر تا صبح دوشنبه 158 کشور و سرزمین با این ویروس روبرو شدند. در این مرحله بیشتر مناطقی که گسترش کرونا در آنها تایید نشده کشورهایی با شرایط ویژه هستند. مانند سوریه، لیبی و سومالی که جنگ داخلی دارند. یا چاد، مالی و نیجر که بسیار فقیر هستند. این احتمال مطرح است که کرونا در این مناطق هم شایع است، فقط شناسایی نشده. کار به جای رسیده که حالا چین، یعنی مبدا ویروس هم از شیوع آن بیرون مرزهای خود نگران است. برای ما ورود اپیدمی از خارج از کشور به چالش اصلی برای کنترل اپیدمی در داخل تبدیل شده. در حال حاضر تدابیر دولت‌های مختلف در جهان برای کنترل این بیماری متفاوت است. هر کس روش خودش را دارد و هر دولتی می‌گوید که راه بهتری را انتخاب کرده. اینجا اسپانیا است، مادرید، جایی که پلیس جلوی تک تک شهروندانی را که در خیابان دیده می‌شوند می‌گیرد. حتی ارتش هم به خیابان آمده. بعد از ایتالیا، اسپانیا دومین کشور اروپایی است که بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا در آن دیده شده‌اند. بیش از 7,000 نفر. در این کشور وضعیت اضطراری اعلام شده و دولت از مردم خواسته که جز در موارد ضروری مانند خرید غذا و دارو از خانه خارج نشوند. در بریتانیا دولت به بیعملی متهم شده و کار به جای رسیده که در روز دوشنبه عده‌ای اینچنین در ورودی خیابان داونینگ اعتراض خود را نشان دادند. بر روی این پلاکارد نوشته شده سیستم را متوقف کنید. اشاره‌ای به تصمیم‌های دولت که بر اساس استدلال منتقدان با انگیزه‌های اقتصادی گرفته می‌شود. اما تصاویری که بیش از هر چیز شهروندان بریتانیا و برخی دیگر کشورهای اروپایی را نگران کرده، این وضعیت است. قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌های بزرگ. ویدیویی از این دست که در بسیاری از کشورها منتشر شده، نشانه هجوم برخی شهروندان برای خرید و انبار کردن مواد غذایی و اقلام دیگر برای روز مبادا است. دیدن تصاویری شبیه به این یکی از دلایل گسترش این نگرانی هاست. اینجا خیابان شانزلیزه در آستانه بهار چنین خلوت و خالی از توریست برای بسیاری از شهروندان یک زنگ خطر است.
و نشانه از اینکه وضعیتی غیر عادی شکل گرفته. در فرانسه نیز تعداد مبتلایان از مرز 5000 نفر عبور کرده و شیوع کرونا سرعت گرفته. و در اینجا همسایه مهم فرانسه یعنی آلمان، نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا موجب شده تا پلیس به کنترل مرزهای روی آورد که سالها بود رنگ مأمور را به خود ندیده بودند. هنوز ممنوعیتی برای ورود به آلمان وجود ندارد، اما این مأموران پلیس برخلاف پیمان نامه شنگن اختیارات قابل توجهی برای جلوگیری از ورود شهروندان کشورهای دیگر دارند. کشورهایی مانند چک در این میان پا را از این هم فراتر گذاشتند. این کشور به مدت 90 روز هر گونه ورود و خروج خارجی ها را ممنوع کرده و تنها کسانی که اجازه اقامت در این کشور دارند می توانند در 3 ماه پیش رو وارد چک شوند. کرونا بیماری دشواری است که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده. البته بخش مهم آن برای بسیاری ماندن در خانه است. اتفاقی که می تواند حوصله سربر و کلافه کننده باشد. ایتالیایی‌ها با آواز خواندن و پخش موسیقی این وضعیت را برای خودشان تحمل پذیرتر کردند. و حالا رقصنده‌های باله در این کشور با انتشار این ویدیوها هم خود را آماده نگه می‌دارند و هم برای بسیاری در کشورشان و نقاط مختلف جهان الهام بخش هستند. گسترش ویروس کرونا باعث شده که بسیاری به سوپرمارکت ها هجوم ببرند و تا میتونند مواد شوینده و غذا ذخیره کنند، از ماکارونی و برنج گرفته تا دستمال توالت. همه اینها شاید ریشه در یک چیز دارد، ترس از ناشناس بودن عواقب یک بیماری همگیر. مهمان من در این بخش برنامه نویسنده کتابی است به نام چرا ترس‌های ما با واقعیت تطابق ندارد. دیوید روپیک از شهر کنکور در بوستون در ایالت ماساچوست با ماست. آقای روپیک روانشناس متخصص ادراک خطر هستند و مدرس پیشین هاروارد. خوش آمدید به برنامه. در وهله اول فکر می‌کنید علت این نوع واکنش به ویروس کرونا چی میتونه باشه؟ Rana, salam alaikum, and Nicholas, our translator, thank you. بله، متشکرم. وقتی که با یک پدیده جدید و تهدیدآمیز روبرو میشیم، جدید خطرناک، نه مثلا یک تلفن موبایل جدید، یک بخش مسئله اینه که ما یک چیزی رو نمیفهمیم و وقتی چیزی رو نمیفهمیم اون اسرار و رمز و رازی که در کار هست ما رو نگران میکنه و ما فکر میکنیم خب چطور میتونیم از خودمون محافظت کنیم، احساس ضعف میکنیم، احساس آسیب پذیری میکنیم، احساس میکنیم که کنترل اوضاع رو در دست نداریم. بنابراین واکنش اغراق‌آمیزی از خودمون نشون میدیم و میریم به سمت پیشگیری و دقت و احتیاط شاید بیش از حد و الان این چیزی که شاهدش هستیم. چطور میشه مقابله کرد با این ترس؟ پاسخ شما که سوال خیلی خوبی هم هست 2 قسمت داره. قبل از هر چیز باید خیلی سخت تلاش کنیم که ترس‌های خودمون رو در یک پرسپکتیو بزرگتر، در یک تصویر بزرگتر به همون اندازه نگاه داشته باشیم، نگاه داریم. طبیعتاً برای افرادی که مسن هستن، برای افرادی که بیماری‌های از قبل دارن، تهدید خیلی جدی‌تره. بنابراین اونها یک پاسخی ازشون ممکنه شاید باشیم که بهش فایت یا فلایت میگن، یعنی در جهان جانوران وقتی که با مسئله مرگ و زندگی روبرو هستن چنین واکنشی از خودشون نشون میدن، چون بحث بقای اونهاست. اما از طرف دیگه هرچه ما بیشتر نگران باشیم اینکه این مریضی رو دچارش بشیم، احتمال اینکه واقعا مریض بشیم بیشتره. و برای اینکه به سوال شما به صورت مشخص جواب بدم، میتونیم تا حدی از 2 طریق ترسای خودمون رو کمتر کنیم. اول از هر چیز، رنا منو ببخش که اینو دارم میگم، ولی باید تلویزیون رو خاموش کنیم، موبایلمون رو بذاریم زمین، سعی کنیم که
فاصله ایجاد کنیم از این دنیایی که پیوسته داره به ما هشدار میده و اعلام خطر میکنه. در درجه دوم فوری نریم و نتیجه نگیریم، نتیجه گیری نکنیم به محض اینکه یه چیزی میشنویم. یه لحظه خودتون رو متوقف کنید. مغز ما طبیعتاً دوست داره که نتیجه بگیره، این آسونه و به ما احساس امنیت میده، برای اینکه ممکنه خطری در کار باشه و ما اگر از قبل نتیجه گیری کرده باشیم میتونیم زودتر واکنش نشون بدیم. اما این کارو نباید بکنیم، برای اینکه معمولاً اولین واکنش ما احساسی تره. صبر کنید، شاید 30 ثانیه یک دقیقه صبر کنید و بعداً راجبش فکر کنید. اطلاعات بیشتر به دست بیارین از منابع مورد اعتماد، نه افرادی که دارن جیغ و داد میکنن یا اینکه منافع شخصی یا سیاسی دارن. به قسمت پیشانی مغزتون و به بخش تحتانی مغزتون اجازه بدین که هر کدوم کار خودش انجام بده. به بخش پیشانی مغز خودتون اجازه زمان بیشتری برای نتیجه گیری و فکر بدید. ببخشید که جوابم میخوره طولانی شد، ولی باید اینطوری رفتار کرد. خیلی عالی بود آقای روپیک. واکنش ها از در کشورهای مختلف متفاوت بوده، فرضاً این گونه که در بعضی از کشورهای اروپایی یا آمریکایی میبینیم که سوپرمارکت ها رو مردم خالی کردند، دیدن این تصاویر برای بسیاری در کشوری مثل ایران تعجب برانگیزه. چنین واکنشی رو ما در بین ایرانی ها نمیبینیم. علت این تفاوت رویکرد چی میتونه باشه؟ هر شخصی به خطر یک واکنش متفاوتی داره بر اساس احساسات خود اون شخص. بنابراین این واکنش لزوماً به واقعیت‌ها نیست. مهم اینه که اون واقعیت‌ها چه حسی در او ایجاد می‌کنند. هر کشوری هم یک کانتکست، یک چارچوب فرهنگی خاص خودش رو داره. در بعضی کشورها اعتماد به دولت‌ها بیشتره یا کمتره، بستگی به سیاست‌های جاری اون کشور. مطمئنم که هم در ایران این رو شاهد هستیم، هم در آمریکا این رو شاهد هستیم. کشورهای مختلف تجربه‌های مختلفی دارن. ایرانی‌ها در خاورمیانه شرایط مخاطرآمیز مختلف و متفاوت دیگری رو تجربه می‌کنند. بنابراین به طور کلی هر جایی در جهان یک کانتکست، یک چارچوب احساسی خاص خودش رو داره، یک فیلترهایی داره اگه بخوایم بهش این اسمو بدیم، که در واقع اون فیلترها به واقعیت‌ها معنا میدن و اونها رو تعبیر و تفسیر می‌کنن. من خیلی خوشحالم که ایرانی‌ها نیاز رو ندیدن، این نیاز رو ندیدن که به سوپرمارکت‌ها حمله کنن، و بعضی از آمریکایی‌ها هم از مشاهده این پدیده یک مقدار شرمسار شدن. آقای روپیک، عده‌ای از ایجاد وسواس در خودشون ابراز نگرانی میکنند، معتقدند که شاید بیش از حد دستاشون رو میشورن، همه چی رو ضد عفونی میکنن. توصیه‌تون برای اون افرادی که دچار بیماری وسواس شدن چیه؟ همونطور که پیشتر گفتم، وسواس زیادی این باز نمایانگر احساس نگرانی افراد هست و نگرانی بیش از حد برای سلامت مضره. بنابراین از یک طرف درسته که باید دست خودتون رو برای 20 ثانیه به دستاتون رو بشورین و به قول انگلیسی زبان ها هپی برثدی، تولد مبارک رو بخونید کلش رو. از طرف دیگر، بخش دیگر جواب شما رانا این است که ما داریم دستامون رو میشوریم که خودمون رو در ایمنی نگه داریم، ولی در این 40 سال اخیر میشه گفتش که همچین چیزی سابقه نداشته که همه افراد در همه جای جهان از یک نگرانیشون از یک تهدید مشترک باشه به صورت همزمان. ما الان هممون در یک کشتی هستیم، ایرانی ها، افغان ها، برزیلی ها، آمریکایی ها، شیعه ها، سنی ها. مسائل قبیله ای دیگه اهمیتی ندارن، تنها قبیله ای که مهمه همه ما هستیم، و دستامون رو نه فقط برای سلامت خودمون میشوریم، بلکه برای اینکه این بیماری رو به دیگران هم منتقل نکنیم. بنابراین این جهانی که ما میخواهیم، جهانی که در اون نگرانی های مشترک درک داشته باشیم و احساس همدلی داشته باشیم، بنابراین این چیز دیگری است که ما میتونیم وقتی داریم دستامون رو میشوریم بهش فکر کنیم. متشکرم. دیوید روپیک، روانشناس.
کسی بود که میخواست قانون کار را به نفع طبقه کارگر تغییر دهد و خود را فیلسوف زندگی توده ها میدانست. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای ایرانی، صبح امروز به علت ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. انتخاب بردن واژه هایی که یکم تهاجمی خشونت آمیزه جای خودشو به واژه هایی که این تصاویر اختصاصی بی بی سی از فریبرز رئیس‌دانا در اوایل دهه 80 شمسی در جلسه کانون نویسندگان ایرانی که بعد از قطع‌های زنجیره‌ای تشکیل شد. او استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران بود و تحصیلاتش را در سطح دکترای رشته اقتصاد و علوم سیاسی در لندن گذراند. آقای رئیس‌دانا 71 سال سن داشت. او مدافع سرسخت اقتصاد سوسیالیستی بود و اقتصاد ایران را یک اقتصاد سرمایه‌داری می‌دانست. گروه دیدگاه‌های اقتصادی او را آرمانگرایانه می‌دانستند، ولی خودش معتقد بود که انسان‌های آرمانگرا مهم‌ترین شخصیت‌ها برای تاریخ بشریت هستند. فایده‌گرا نیستم که به خاطر نتیجه‌ای که به دست میارم مبارزه کنم. من به اون راه اعتقاد دارم. من فقط برای این ساخته شدم که آگاهی برسونم، برای یک جامعه بهتر امید ببخشم و به توده‌ها بگم سر تسلیم فرود نیاورند. من برای این ساخته نشدم که برای کسب قدرت پوشالی گذرای احمقانه تلاش بکنم، بعد با این حزب و اون حزب بسازم، با این شخصیت و اون شخصیت پستی بگیرم یا جاسوسی بگیرم یا پول بگیرم. کاراکتر من که میپرسید کاراکتر آرمانگراست و من کاراکترهای آرمانگرا رو ضروری ترین کاراکترها، ضروری ترین شخصیتها برای تاریخ بشری میبینم. اونها مردم رو منحرف نمیکنن، اتفاقا تسلیم گرایانن که مردم رو منحرف میکنن، میگن به همونی که هست باید بسازی. قرار نیست چیز زیبایی در دنیا وجود داشته باشه تا من ازش تقلید کنم. قرار آرزوی بزرگی وجود داشته باشه. فریبرز رئیس‌دانا به دلیل مواضع سیاسیش بارها احضار و بازداشت شده بود. او اواخر پاییز سال 89 هنگام آغاز طرح حذف یارانه‌ها بعد از گفتگویی با تلویزیون بی بی سی فارسی بازداشت شد. این روشی که دولت احمدی نژاد گرفته پیامد مثبتی برای توسعه بلند مدت اقتصادی نداره. پیامد مثبتی برای رفاه همگانی نداره. اقتصاد رو اگر بر حسب رفاه همگانی، توسعه بلند مدت، توسعه همه جانبه تعریف بکنیم، این سیاست نفعی برای او نداره. اما این سیاست میتونه به این دولت کمک کنه. به دولت‌های قبلی هم این سیاست میتونه کمک کنه. چرا؟ برای که دولت‌ها در واقع چهارچوب‌های اقتصاد مردم‌گرا رو پیش نگرفتن، بلکه میخوان بخش‌هایی از بخش خصوصی و سرمایه‌داری دولتی که متعلق به خودشونه، مثلا الان سرمایه‌داری نظامی، در گذشته سرمایه‌داری روحانی، اونها میخوان برنده بشن. آثار بلند مدت این به زیان مردم هست، اما دولت خودش هم در هر چه هست با توجه به اینکه ابزارهایی رو در دست داره مقابله بکنه با نارضایتی‌ها. این ابزارها کدامن؟ یکی اینه که الان 40,000 تومن به ازای هر فرد به حسابشون میده، فردای روز تهدید میکنه که من این پولو نمیدم، فردای روز اگه پای صندوق نروی میگوید که قطع میکنم. و مردمی هم که 40 میلیونش در انتخابات قبلی به هر حال شرکت کرده دیگه، حالا تقلب شده یا نشده، ولی شرکت کرده، هزاران از ترکی رای داده. اما بگذارید با کسی صحبت کنیم که آقای رئیس‌دانا رو از نزدیک میشناخت. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، که از دوستان، همکاران علمی و پژوهشی در حوزه فقر و نابرابری اجتماعی و همچنین از همبندان پیشین فریبرز رئیس‌دانا در بند 350 زندان اوین بود. آقای مدنی، خوش آمدید به برنامه. از میراث آقای رئیس‌دانا در فلسفه و اقتصاد ایران شروع کنیم. با سلام. به قول سایه روان، این چه رازی است که هر سال بهار با عزای دل ما می آید. فهم که در این شرایط سخت و دشواری که جامعه امروز انبوه از اخبار سخت و یار بد رو می شنوه، خبر فوت مرحوم دکتر هم بشنویم که فراتر از طاقت و توان ماست. باید در این مورد تسلیت گفت به خانواده، دوستان و رفقا، که زحمتکشان و کارگران ایران که یکی از پیگیرترین حامیان خود از دست داد. میراث دکتر رئیس‌دانا رو
شاید بشه که لااقل از زاویه دید من به سه بخش تقسیم کرد. اول او شخصیتی کاملا انسانی داشت، انسان محور اصلاح فعالیت ها و تلاش های اون بود، همه چیز را از زاویه حفظ کرامت و شخصیت انسان میدید. به همین دلیل هم رفتارش پیش از اون که وجوه سیاسی یا اجتماعی داشته باشه در وهله اول انسانی بود. تقریبا کمتر خانواده زندانی سیاسیه که به یاد نداشته باشه که در طول دورانی که عزیزانشون در بند بودن دکتر رئیسانا به اونها سر زده و به اونها انرژی داده. در جریان زلزله بم بسیار غیر منتظری دکتر رئیسانا نقش بسیار مؤثری داشت و با همکارانش، با دوستانش ستاد یاری بم رو تشکیل داد که کار از وظیفه اصلی این ستاد این بود که کودکان بی سرپرست بم رو در واقع حمایت کنه و کارهای مؤثری اونجا انجام داد که فراتر از در واقع رشته و تخصص او به عنوان یک اقتصاددان بود. ولی در این حال دکتر ایستانا علاوه بر یک انسان، یک استاد و همکار پژوهشی بسیار توانا بود. بی تردید دکتر ایستانا در تعمیق شناخت فقر و نابرابری در ایران و اقتصاد سیاسی ایران سهم ارزنده و مهمی داشت و به همین دلیل هم در حوزه اقتصاد از او کتاب‌هایی به یادگار مونده. بررسی‌های کاربردی توسعه اقتصاد در ایران تقریبا 5 جلد یا 6 جلد کتابیه که او درباره اقتصاد ایران و دیدگاه‌هاش نسبت به اقتصاد ایران نوشته. فرق در ایران، رویکرد و روش در اقتصاد ایران. اما نکته برجسته مهمی که دکتر رئیسانا داشت به عنوان یک محقق و یک استاد اقتصاد این بود که فقط با دغدغه‌های کلاسیک و دانشگاهی وارد اقتصاد نمی‌شد، بلکه دغدغه اجتماع هم داشت و به همین دلیل هم مطالعات خاصی رو و بین رشته‌ای رو در این زمینه انجام داده بود. از جمله به اصطلاح یکی از اولین مطالعات رو راجع به اقتصاد مواد مخدر در ایران انجام داد. مطالعاتی راجع به کودکان کار داشت و همینطور در مورد معلمان چند شغله و حوزه‌های دیگه مطالعاتی که او رو متمایز میکنه از به اصطلاح اساتید همعصر خود. آقای مدنی، آیا هیچ تحولی در دیدگاه‌های اقتصادی او در سالیان در واقع زندگیشون دیدید؟ بسیاری معتقدند که بسیاری در جوانی چپ هستند و کم کم با بالا رفتن سن به راست گرایش پیدا میکنند. آیا شما تحولی دیدی در آقای رئیسان؟ اگر کوتاه ممکنه. تقریبا با قاطعیت میشه گفت که دکتر رئیسانا تا آخرین لحظه خودش رو یک سوسیالیست دموکرات میدونست و روی دغدغه‌های عدالت طلبانش تاکید میکرد. در همین سالهای تقریبا 1-2 دهه اخیر که فضای سیاسی ایران مملوک شده بود از افکار لیبرال، او همچنان تاکید میکرد بر عدالت و حقوق زحمتکشان و در این حال تاکیدات خاصی بر مسئله دموکراسی داشت به عنوان عضو کانون نویسندگان، علیه سانسور، علیه در دفاع از آزادی بیان و همینطور اجرای حقوق بشر تلاش فراوان میکرد. در این حال هم شاید بتونم بگم که اون چه که بیشتر تقویت شد در افکار اون تاکید بر به اصطلاح وجوه ملی او بود. به شدت مصدقی بود و به شدت بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید داشت و اینها در واقع از او یک شخصیت ممتاز می‌ساخت. متشکرم. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی از تهران با ما. و اما فریبرز رئیسانا از دوستان نزدیک احمد شاملو بود. این شاعر او رو صدای گویای افسانه روح زندگی نسل‌های مبارز و رهایی جو می‌دونست. گذشتن زمانی که بر مسیح مصلوب خیش به مونگه می نشستید که اینک هر زن مریمی است و هر مریم را عیسایی بی تاج خار جلزه تا عیسایانی همه هم سر نوشت هم دست با نان و شوربایی به تساوی که برابری گرانبهاترین میراث تبار انسان است.
اما یکی از بزرگترین مجموعه آثار اندی وارهول، هنرمند آمریکایی و غول هنر پاپ در لندن به نمایش گذاشته شده. بسیاری از این آثار از گوشه و کنار دنیا از موزه ها و صاحبان خصوصی آنها به آریت گرفته شده و در اولین نمایش بزرگ آثارش در لندن طی نزدیک به 20 سال به نمایش گذاشته شد. کسرا ناجی به دیدن این نمایش کار رفت. بعضی از کارهای اندی وارهول در موزه تیت مدرن در لندن، نمایشی که هفته پیش افتتاح شد. نزدیک به 100 اثر از اندی وارهول اینجا در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. نمایشگاهی که سازمان دادنش حدود 4 سال طول کشیده. این بزرگترین نمایشگاه آثار اندی وارهول هست در لندن طی 18 سال گذشته. اندی وارهول غول هنر پاپ هست. هنر برای مردم. این نقاشی است از خودش. می گفت می خواهد نقاشیاش را همه بپسندند، بدون آنکه زیاد درباره‌شان فکر کنند. می گفت آدمی است عمیقا سطحی. این طرحی از لنین، طرحی از افراد مشهور با استفاده از روش سیلک سکرین یا چاپ سیلک، سبک مورد علاقه اوست. البته با رنگ‌های تند در چند نسخه متفاوت. طرحی از قوطی‌های سوپ کنسروی کمبل یا بطری‌های کوکاکولا از معروف‌ترین نقاشی‌های اوست. او میگفت نکته جالب درباره فرهنگ مصرفی آمریکا این است که اغلب ثروتمندترین اشخاص همان چیزی را استفاده میکنند که فقیرترین افراد، مثل کوکاکولا. او کسی بود که میخواست مردم عادی به هنرش دسترسی داشته باشند و اون رو بفهمند. میخواست هنری تولید کنه که همه بتونن با اون رابطه برقرار کنن. برای همین بود که چیزهایی رو مثل قوطی سوپ کمبل و بطری کوکاکولا نقاشی میکرد، مثل مرلین مونرو یا جکی کندی، کاری که شاید دیگران نمیکردن. در سال 1965 اندی وارهول در اوج خلاقیتش تصمیم گرفت نقاشی رو کنار بگذارد و به ساخت فیلم و مجسمه سازی رو بیاورد. این یکی از کارهای او از آن هنگام، چیدمانی از بادکنک‌های نقره‌ای رنگ با گاز هلیوم. او می‌خواست در گالری تماشاگران با این چیدمان در ارتباط باشند. ابداعی در مجسمه‌سازی با کمترین دستمایه‌ها که او مد کرد. این نقاشی از میک جگر، خواننده گروه رولینگ استونز. او جلد دو آلبوم این گروه رو برای آنها طراحی کرد. اندی وارهول در اواخر دهه 1960 به فیلم هم رو آورد. فیلم های آوانگارد که همزمان بر چند دیوار به نمایش گذاشته شد. این بخشی در ارتباط با گروه ولوت آندرگراند. چیزی که خواننده گروه لو رید از آن به شدت انتقاد کرد و گفت فیلمی است برای آدم های عجیب و غریب. اندی وارهول با ایران هم بیگانه نبود. به ایران سفر کرد و مهمان شاه و ملکه بود و تصاویری هم از آنها نقاشی کرد و از اشرف، خواهر شاه. اگرچه این نقاشی ها در این نمایشگاه به نمایش گذاشته نشده. کارهای اندی وارهول را کمتر کسی است که نپسندد. رنگ های تند و کپی های متفاوت از یک اثر با رنگ های مختلف و قشنگ حس بینایی را تحریک می کند. با سوژه های آشنا برای همه. کسرانجی، گالری تیت مدرن، لندن. ما گفتگوی انجام داده بودیم با صاحب حساب طنز خدا در توییتر که متاسفانه آماده پخش نشد. امیدوارم که در شب‌های آینده بتونیم پخشش بکنیم. ممنون که با این 60 دقیقه همراه بودین. فعلا شب خوش.